کار ساختمان تعمیر اداری ناحیه 18 هم در مسیر سرک کابل بگرام به زودی تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. با اساس معلومات ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه های شهرولی کابل، این تعمیر در 6 منزل در زمین به مساحت 480 متر مربع که دارای 42 اتاق و یک تهکوی می باشد، به شکل معیاری و مدرن اعمار شده است. آدرس دائمی نواحی برای کارکنان مسئولیت وظیفه‌ای بخشیده و برای شهروندان ساحات سهولت فراهم می کند. کارکنان ریاست ناحیه 18 هم قبلا نسبت نداشتن تعمیر و دفاتر اداری بیش از 10 سال می شود که در تعمیر اداری ناحیه 19 هم در سایه بختیاران انجام وظیفه می نمایند. رهبری شهرولی کابل برای رشد و توسعه معیاری ناحیه 18 هم مطابق با پلان های شهری تاکید داشته، از این رو برای ساخت تعمیر اداری ناحیه 18 هم نقطه عطف گذاشته شد. بر اثر سعی و تلاش مسئولان ناحیه دوم و تنظیم مارکت های شهرولی کابل در ساحه فروشگاه از پل باغ عمومی الا پل خشتی نظم بهتر شهری فراهم شده است. برای سهولت عبور و مرور شهروندان، نظم نقاط مزدحم شهر از سوی کمیسیون مشترک نظم شهری به صورت منظم تعقیب و دنبال می شود. از دوکانداران و فعالیت کنندگان دستفروش توقع می رود که با فعالیتشان باعث بی‌نظمی و انسداد مسیر پیاده‌روها و سرک‌ها نشوند. همچنان زباله های ساحات نامبرده نیز توسط پرسنل ریاست تنظیف شهرولی کابل جمع‌آوری و انتقال داده شده است. سرک فروشگاه که یک ساحه پرازدحام و یک ساحات مهم و اساسی ناحیه دوم بود، در این ساحه پاکاری صورت گرفت. کراچی‌ها و دستفروش‌هایی که با ایجاد مزاحمت و با فعالیت در روی سرک را بند کرده بودند، سرک توسط کارمندان ناحیه دومی سرک پاک شد و کراچی و دستفروش‌هایی که در این ساحه فعالیت می‌کردند این ساحه انتقال داده شدند. با برنامه‌های سنجیده شده فعالیت دستفروشان در ساحات بدیل تنظیم می‌شود و با بی‌نظمی‌ها و خودسری‌های شهری در ساحات مزدحم نقطه پایان گذاشته خواهد شد. کار کنکریت ریزی کوچه های منطقه بینی نیزار واقع گذر سه ناحیه دوم که چند قبل از سوی شهرولی کابل با همکاری دفتر پروژوی سازمان ملل متحد یا رپس آغاز شده بود جریان دارد. با اساس معلومات ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه های شهرولی کابل، کنکریت ریزی این کوچه ها با طول 662 متر و عرض های 3 و 4 متر شامل ساخت آبروها و قسمت های آن شامل ساخت پتزینه ها می باشد که تاکنون 20% به پیش رفته و تا دو ماه آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. از طریق این پروژه به شهروندان زمینه کار نیز مساعد شده است و از جانب دیگر با تکمیلی کار این پروژه مشکلات محیطی شهروندان برطرف خواهد شد. طی مراسم کار ساخت یک سرک فرعی در ساحه شهرک افغان مربوط ناحیه 12 هم از سوی شهرولی کابل با همکاری دفتر پروژوی سازمان ملل متحد یا نپس آغاز شد. این سرک به طول 400 متر با عرض 10 متر شامل اعمار دو طرف آبرو آن به عرض 80 سانتی متر طی مدت 3 ماه به شکل سنگ فرش ساخته می شود تا برای باشندگان محل سهولت های متعدد اجتماعی و شهری فراهم گردد. از طریق این پروژه زمینه کار برای شماری از باشندگان محل نیز فراهم گردید. به دې پروژه کې به حدود 19000 شاوخوا غیر ماهر کسان مصروف وي او حدود 1200 نفر به ماهر کسان می په دې پروژه کې به کار کوي. دې پروژه طول چې دی 400 متر دی او عرض 10 متر دی. دوه طرفه ولې لري چې عرض 80 سانتی دی تا ولې به پخی جوړیږي. ساخت سرک ها به شکل سنگ فرش علاوه از مقاومت بلند در قسمت تغذیه آبهای زیرزمینی مفید و مؤثر می باشد. در همین حال باشندگان محل از آغاز کار این سرک ابراز خرسندی نموده و در تحقق برنامه ها و پلان های شهرولی کابل اعلام حمایت و همکاری نمودند. ز
ژمی د خټو ستا د اوبو سره ډېر سخت عذاب یو او چې دا سړک جوړ شي ډېره خوشحالي به وي زمونږ دپاره ډېره غټه خوشحالي به وي او موږ یغو مسؤلینو ته دعاوې کوو او مننه تر کوو چې موږ د 2020 کالو کې دغه سړک موږ ته جوړ نه سو او نن دغه سړک په ډېر ښه ډول باندې منظور سو او کار روان ده موږ ټول نه ډېره مننه کوو چلو او وګدو اداري پړاونو د اسان او ساده کولو په موخه د چارو اداري د رئیس شیخ الحدیث نور الحق انور پښتون کې د کابل ښاروالۍ اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو اداري او د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ترمنځ د همکاري هوکړې کلاس لیک شو په یادو مراسمو کې د چارو اداري رئیس د بیلابیلو ادارو د اداري پړاونو د ساده او اسان کولو په اړه ډاټ څرګند کړه ویل چې ټولې ادارې باید خلکو ته رښتینی خدمتونه وړاندې کړي نن د اداري اصلاحات د غونډو په تالار کې کوم مجلس منعقد شوی ده چې د څو ادارو ترمنځ توافقنامه یا تفاهمنامه لاسلیک کیږي دا زموږ دپاره د وطنوالو دپاره یو ښه زیری او پیغام لري او دا یو د قدر وړ اقدام ده د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو او چاپیریال ساتنې مرستیال محمد خالد سجستانی په کابل ښاروالۍ کې د اداري پړاونو اسانه کولو او اصلاحاتو راوستو په اړه معلومات وړاندې کړل او ویل چې په وروستیو کې ګڼ شمېر نوي الکترونیکي سیستمونه رامنځته کړي دي او دا لړۍ به لا پراخه شي نوموړي زیاته کړه چې د کابل ښاروالۍ مشرتابه ښاریانو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې ژمنتیا لري او په دې اړه به ګټور کارونه ترسره شي امروز الحمدلله ما شما د جلسه قرار داریم که یک قدم به پیش بریم وسیلات هایی که ممکن است تا حد امکان با همکاری اداره محترم اصلاحات اداری و اداره امور همین پروسیجر های اداری که تا حدی که می تواند تسهیل شود برای مراجع کنندگان برای مردم برای کسی که میان تسهیل شود د ملکی خدمتونو و اداری اصلاحات و اداری رئیس و د شهیدان و معلولین و چار وزارت مرستیال هر یو په خپل وار د اداری پړاونو ساده کولو په برخه کې د همکارۍ ډاډ څرګند کړ